سلام بچه ها، مرتضی هستم و خوش اومدید به کانال انگلیساری. تو این ویدیو قرار هستش که به یکی دیگه از چالش هایی که زبان آموزان باش روبرو هستن، یعنی در واقع بررسی کلمات person, persons, people و peoples رو مورد بررسی قرار بدیم. تا آخرین ویدیو همراه من باشید و ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت هم بذارید دوستان. خب بریم که شروع کنیم. خب دوستان، براتون شاید جالب باشه که کلمه person در واقع میتونه به صورت persons در حالت جمع و یا people نوشته بشه و یا حتی عجیبتر در واقع peoples هم نوشته بشه. خب میدونید که کلمه people اسم جمع هست در واقع و peoples در واقع میتونه حتی استفاده بشه. دوستان وقتی به person رو استفاده میکنیم جنسیت مشخص نیست، یعنی میتونه به man, woman or child یا بچه نسبت داده بشه. و خب singular countable noun هست، یعنی یک اسمی که در واقع مفرد و قابل شمارش هست. countable یعنی قابل شمارش و singular یعنی مفرد. به این مثال دوستان دقت کنید. There was one person at the door. میگه که در واقع یک شخص در واقع دم در هستش. At the door یعنی دم در. خب one person اینجا مشخص نیست که مرد، زن، بچه هست، چی هستش. پس one person یعنی یک شخص، فقط اشاره داره که یک شخص قابل شمارشه و همچنین در واقع یک نفره. The plural form of people, person is people. جمع در واقع کلمه person میشه people. People بچه های group of در واقع humans اشاره داره، یعنی یک گروهی از انسان ها. پس بنابراین یک اسم قابل شمارش در واقع plural هست، یعنی جمع. There were three people at the door. میگه که سه نفر در واقع دم در بودن. خب پس بنابراین جمع کلمه person میشه people. حالا میتونه اون در واقع اشاره به دو نفر، اشاره به سه نفر یا تعداد بیشتری داشته باشه. اما دوستان کلمه persons که جمع کلمه person هستش در واقع چطور؟ persons هم به معنی اشخاص هست، اما تفاوتش با people این هستش که persons حالت فرمالتر و رسمیتر هستش و معمولا در رایتینگ استفاده میشه. پس persons هم قابل شمارش و جمع هستش و در فرمال ریتن میتونیم ازش استفاده بکنیم. This lift can hold a maximum of 15 persons. میگه که این آسانسور میتونه یا ظرفیت نگه داشتن در واقع ماکسیموم 15 نفر رو داره. و اما کلمه peoples به چه صورت هست؟ peoples بچه جمع کلمه people هستش و اگر بخوایم که این رو در جمله سازی استفاده بکنیم، people اگر به معنای nation یا ملت باشه، peoples به معنای ملل یا ملت ها معنی میده و در اون صورت هستش که تو جمله شما میتونید از peoples استفاده بکنید. به این مثال دقت کنید. The Aztecs were the people that live in the America. میگه که در واقع استک ها یعنی سرخپوست ها، استک به معنی سرخپوست میشه. میگه سرخپوست ها در واقع یک مللی، در واقع یک نیشن یا ملتی هستن که در آمریکا زندگی میکنن. یا به عنوان مثال There are many peoples on earth. They are all human. میگه که ملت های بسیاری روی کره زمین هستن، اونها همه انسان هستن.